سهر زکریا بازم لایو جنجالی گذاشت و این بار از خجالت امین فردین و پرسو سالهی و مهران مدیری در اومد و گفتش من و گیتی معینی که با مهران مدیری کار کردیم میتونیم راجبش اظهار نظر کنیم، نه شما پرسو سالهی و امین فردین. توی ویدیو امروز همراه ما باشید، ماجرای جنگ و دعوایی که زهر زکریا با مهران و مدیری داره ادامه میده و پای امین فردین و پرسو سالهی هم توش باز شده رو براتون تعریف میکنم. شما هم یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید و زنگولش رو بزنید که ویدیوی جنجالی بعدی رو از دست ندید. سلام برعکس، چطورید؟ حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال خودتون، کانال زهر تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. سهر زکریا رو که دیدید چند وقتی هستش که گیر داده به مهران مدیری و علیهش افشاگری میکنه و لایف های جنجالی میذاره و صحبت های عجیب غریبی توش مطرح میکنه. همین صحبت ها هم باعث شد که امین فردین نسبت بهش واکنش بده و توی یکی از ویدیوهاش راجع به سهر زکریا یه سری صحبت ها رو مطرح کردش و گفتش که قبلا با مهران مدیری هم رابطه داشته و زندگی مشترک مهران مدیری با همسرش رو هم سهر زکریا به هم ریخته. از اون طرف هم پرسو سالهی اومدش یه سری صحبت ها رو دیشب مطرح کرد و گفتش که مهران مدیری فردین دوم سینمای ایرانه و خیلی آدم با معرفت و با مرامیه و خیلی ها رو کمک کرده و بعضی ها منظورش سهر زکریا بوده. نمیدونم چرا میان پشت سرش حرف میزنن و بعد اون ایرا میگن. از اون طرف هم خانم گیتی معینی اومدش یه سری صحبت ها رو راجع به مهران مدیری و بهار رهنما و مادرش انجام داد و گفتش که این افراد به من خیلی نامردی و بد کردن. از سر همین موارد هم سهر زکریا اومد یه تیکه‌ای هم به پرسو سالهی انداخت و گفتش که من و خانم گیتی معینی که با مهران مدیری کار کردیم میدونیم مهران مدیری چه جور آدمیه، نه تویی که تا حالا اصلا مهران مدیری رو از نزدیک هم ندیدی. بعدم یه سری تهدید اساسی نسبت به امین فردین داشت و گفتش که دهنتو ببند و نذار که من بیشتر از این رسوات بکنم. من خیلی چیزا راجع به تو و مادرت و خواهرت میدونم و الانم حتی میدونم مادرت و خواهرت کجا هستن. نذار من دهنمو باز کنم و هر چیزی که راجبت میدونم بگم. ولی خب تو اگه مدرکی داری علیه من حتما روی بکن. میخوام ببینم که چی انقدر صحبت میکنی. بعدش هم از قوه قضاییه خواستش که این آدمو بره جمع بکنه و بیاره ایران و مجازاتش بکنه و نذاره امین فردین بیشتر از این به افراد مختلف و جامعه و قشرهای مختلف توهین بکنه. بریم با هم صحبت و لایو جدید از سهر زکریا رو ببینیم و بشنویم، ببینیم ماجرا چی بوده کلا. نذاره توی من میذارم تو پیجم. دهنتو وا میکنی، هرچی از تو دهنت میریزی بیرون. میگم اون وقت این بازیگرای ما به جای اینکه برن پیج ایشون رو بکشن پایین و ریپورت کنن، میرن پیج یه آدم درست حسابی با سواد و میرن ریپورت میکنن. بعد پیجشون همچنان مادش هست که مزخرف بار کنه. نه، من اون بازیگرا نیستم. من از زندگی آقای مدیری رو به هم زدم. بیاریم دیگه خانوم آقای مدیری رو بیاریم. بنده هم میاد. اشتباه راه اومدی. هی من میشینم اینجا دو جلسه سه جلسه ایستادی مزخرف راجع به من میگی. چرا؟ چون سهر زکریا اومده حرف زده، چون سهر زکریا اومده راجع به مردم حرف زده. چی میخوای بگی؟ میام نشون به اون نشون که بذار بهت بگم مادرت کجاست، خواهرت هم کجاست. بعد تو حق نداری راجع به اعتقادات مردم اینجوری صحبت کنی. هی همه در حال راز و نیاز و مناجات و رکوع و سجود و بی سواد. تو اگر آدم بودی که تو همین ایران میموندی اینقدر عقده نداشتی که پاشی بری اونور دنیا یه دونه دوربین بگیری دستت. بعد راجبه چه مزخرفاتی؟ مردم ایران دارن از بدبختی میمیرن. تو بیا برو و همون نمیدونم داوود دیگه لایوات هم من دیدم، اندازه شعور خودت حرف بزن. پاتو از گلیم خودت بیشتر دراز نکن. میخوام من سهر زکریا قفلی بزنی همون دیالوگای مزخرفی که میگی، ببینم چه غلطی میکنی که
اگه مرد بودی ایران این کار میگم پاپاراتزی، اگر نمیفهمی، اگه شعور یه کاری رو نداری نکن. پاپاراتزی اینه که یا میگیره دوتا سلبریتی رو نشون میده کنار هم، بعد میاد میگه اینا این دوتا سلبریتی کنار هم، نه اینکه بشینی اونجا برای خودت یه دونه چیز را بندازی. میگم هر کاری ما ایرانی ها میکنیم فیک هم که میکنیم فیک درجه 8 میکنیم، آخه اصلا بلد نیستیم. چه بلایی ایران تو سرت اومده اینقدر حالت بده؟ بگو برای مردم تعریف کن چه بلایی سرت اومده، یا میخوای من تعریف کنم؟ تو بی جا میکنی راجع به من حرف میزنی، بی جا میکنی راجع به من حرف میزنی. من به نوبه خودم بازیگرهای دیگر کاری ندارم، میگم بازیگرهای دیگه به جای اینکه بیان تو رو بنشونن سر جاش، میان تو پیج من میان برای من حرف میزنن. خانوم پرستو صالحی که کلاه میذاری، آقای امیرزن که کلاه میذاری، میای من دارم از درد مردم ایران میگم، من دارم از درد ما خود بازیگرا میگم که شما هیچ کدوم غیرتش رو ندارید بیاید بگید برای خود شیرینی. برید تو پیج آقای امین فردین ببینید چی داره راجبتون میگه. اگه بلدید برید پیج اونو، اگه شما با هم نیستید برید اون پیج اون مرد رو ببندید. بعد سحر زکریا اینجا حرف میزنه، میاید حرف میزنید آقای امین فردین. بنده خودم 28 ساله تو این حرفم، خودم صندوقچه سینما، تو یکی نمیخواد برای من حرف بزنی و حق نداری، بهت میگم حق نداری با اعتقادات مردم، با اعتقادات مردم، هر اعتقادی هر عقیده‌ای برای خودش درسته و قابل احترامه، حق نداری این کارو بکنی. هی میشینی اونجا مزخرف میگی مردم، از زمانی که مزخرف هی گفتی که چی؟ چون سحر زکریا اومده راجع به مردم حرف زده، هی این بازیگرا فکر کردن که خیلی باد. نه تو باسوادی، تو باسوادی، چاله میدونی. میگم باهات مثل خودت حرف میزنم، دفعه دیگه دهنتو وا کنی یه جور دیگه باهات حرف میزنم. بعدم من میخوام از قوه قضاییه بخوام چرا یه همچین آدمی رو نمیارید ایران؟ چرا نمیاریدش ایران؟ چرا کسی که داره به یک جماعت توهین میکنه نمیاریدش ایران؟ چرا یه کسی که به اعتقادات مردمم داره توهین میکنه، به همون نماز و به همون رکوع و سجود داره توهین میکنه، چرا نمیارینش ایران؟ چیه؟ منتظرت هستم، میخوام ببینم دیگه چی میگی و پدرتو در میارم. این یه دونه رو بدون، پدرتو در میارم. حرف بزنی، میگم هر موقع سند داشتی، هر موقع میتونستی ثابت کنی، میای مثل مرد نه نامرد. میگم نمیدونم چه بلایی تو ایران سرت آوردن، خیلی خاطره بد داری، میای مثل مرد سند رو میکنی. فهمیدی؟ من راجع به خودم حرف میزنم، کاری به بازیگرهای دیگه ندارم. اونا میخوان همون شکلی هرچی میگن، بعد میگم برای پیج من اون وقت غیرتی میشن که میام براشون میگم که پول چرا بشینیم، بگیم آقا کار نیست. میگم نگاه کنید دیگه، میخوان فقط مردم بشناسن، بازیگرها رو بشناسن، بی شخصیت بی همه چیز رو بشناسن. میگم از آزاده نامداری رو، همون اطلاعاتی که ما داشتیم رو میآورد، همون اطلاعات میداد. بعد تو از یک جنازه نمیگذری بابا، تو دیگه چی هستی؟ خب معلومه چی هستی. میگم نشون به اون نشون، باز میگم مامانت کجاست و خواهرت کجاست، این دوتا رو برات ازت میپرسم. بعد برات
بهت میگم نشون به نشون، بعد با سند و مدرک میگم. ببخشید دوستان، میگم تلفن من زنگ میخوره. من از قوه قضاییه خواهش میکنم رسیدگی کنم. من این یک دونه رو ازتون خواهش میکنم رسیدگی کنید به آقای امین فردین. میگم قطعا پیجش رو دیدین، مگه میشود نبینید؟ رسیدگی کنید ببینید چه ها داره میگه این آقا، چرا ایشون رو نمیارید ایران؟ خب رفقا ماجرا این بود. نظرتون راجع به صحبتایی که سحر زکریا انجام داده چیه؟ به نظرتون حق با سحر زکریاست یا نه؟ واقعا مهران مدیری یه اسطوره و فردین شماره دو هستش. نظرتون راجع به این صحبتایی که پرستو صالحی و خانم گیتی معینی و امین فردین انجام داده رو هم برامون بگید. یعنی بگید به نظرتون حق با کدوم یکی از این گروه ها هستش؟ با گیتی معینی و سحر زکریا یا با پرستو صالحی و امین فردین و افراد دیگه؟ حتما نظرتون تو بخش کامنت ها برامون بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگولش رو بزنید، ویدیو رو هم حتما لایک بکنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون باشه. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیو رو هم تماشا کنید.